خانم دکتر، من خانم 28 ساله هستم. 8 ساله ازدواج کردم، یک ازدواج سنتی، ولی با میل و رضایت خودم. همسر من شغلشون نظامیه و 30 سالشونه. من مشکل دارم و باردار نمیشم. خانم دکتر، من از دوران عقدم با همسرم مشکل داشتم. اولا در حد بی احترامی و فحش بود، اما کم کم کتکم میزد. من گفتم فرصت بدم بهتر میشه، اما روز به روز بدتر شد. خانم دکتر، من تو دوران عقدم بکارتم و از دست دادم. ترس بی آبرویی جلوی خانوادم رو تحمل کردم. گفتم بعد عروسی حتما جدا میشم. الان 8 ساله من تو هفته 5 روز دعواتیم. همسرم بهانه گیره، نمیذاره با خانوادم رفت آمد کنم. اصلا درکی از من نداره، همش قهر میکنه، طعنه میزنه، وسیله میشکنه، سر کوچکترین چیز حمله میکنه بهم. گاهی هم اینقدر آروم میشه دلم میسوزه واسش. من ازش توجه میخوام، ابراز عشق، بیان دوست داشتن، اما دریق. هر وقت قهر میکنم خونه پدرم میرم، اینقدر میاد گریه میکنه همه باورشون میشه عاشقه، اما وقتی خونه هستیم با من یک کلام حرف نمیزنه. اگه حرف بزنه دعوامو میشه، میگه عذابت میخوام برم. چند بار مشاور رفتیم، به هم گفتن علاقه زیاده نمیتونه ابراز کنه، اما چند جای دیگه رفتم گفتن مشکل روانی داره. البته باید بگم همسرم 6 سال پیش خودکشی کرده و سال قبل معتاد به تریاک بودن رو ترک کرده. الان که این ایمیل رو میفرستم در اثر دعوا دست چپم شکسته، رفتم پزشک قانونی، چند سری قبل هم رفتم اما ادامه ندادم. تو رو خدا به من کمک کنید، من چیکار کنم؟ راه من طلاقه؟ من 28 سالمه ولی خیلی از درون داغونم، خیلی. اما حس ترحم بهش دارم، نمیدونم چرا. این حس ترحم میگه واسه دوست داشتنه، اما من ازش میترسم. لطفا کمکم کنید. ای داد بیداد که این بانو همش 20 سالش بوده ازدواج کرده، 8 سال توی خانه جهنمی، بعد فکر میکنه که دوستش داره و فکر میکنه که همسرش هم دوستش داره. طبق این ایمیل یادمون باشه تمام جوابهایی که من میدم فقط رو حساب ایمیل هایی که شما ارسال میکنید و اطلاعاتی که از ایمیل من میگیرم. اگر که ایشون رفتن گفتن که مشکل روانی داره، به اضافه اینه که ایشون مشکل اعتیاد داشته، به اضافه اینه که 6 سال پیش خودکشی کرده، چه ای کاش می نوشتی چرا خودکشی کرده، به اضافه اینه که میگه که میخوام عذابت بدم، به اضافه اینه که وقتی که میزنه لط و پارت میکنه، حتی دستتو شکسته، باز شما میگی که هنوز دلم براش میسوزه. با حساب که شما قرم کردی میری خونه پدرت، میاد گریه میکنه، التماس میکنه، میگه دوستت دارم. ای مهربانو، اصلا میدونی معنی عشق چیست؟ نه، نمیدونی. اگر میدونستی که اینجوری تحمل نمیکردی. مصیبت بزرگ فرهنگی ما اینه که تحمل و ایثارگری رو ما تشویق میکنیم از کودکی بر حقوق ناحقوق ما و کودک ما. یادتون باشه هرگز ایثارگری نکنید، هرگز تحمل نکنید. تحمل خیلی خطرناکه، پذیرفتن با تحمل خیلی متفاوته. شما فقط ایشون رو تحمل کردی و شدی یک مهربانوی همش 28 ساله ولی با احساس شاید 78 ساله. و یک سرخوردگی بزرگی هم که داری اینه که بچه دار نمیشی و یک غم خیلی بزرگی بچه دار نشدن هم روی دوش شما هست و غم و ناامیدی، برای اینکه شما احساس میکنی که بچه دار که نمیشی، بری حالا زن کی بشی. همین خودش شاید بار شما رو سنگین تر کرده و شما رو تو اون خانه جهنمی هنوز نگه داشته. خوش به سعادتت که بچه نداری، به خاطر اینکه هم طبق ایمیل شما البته پدر
یا همسر شما یا پدر فرض اگر بچه داشتین شدیداً مشکل داره. ایشون معتاده، ایشون به شما هم معتاده. یادتون باشه اعتیاد که فقط تریاک نیست. رابطه برین رابطه اسیدی تایپ کنین، رابطه اسیدی دقیقاً خودتون رو تو اون رابطه اسیدی می‌بینید. شما توی رابطه اسیدی معتاد شدی، معتاد به کتک خوردن، معتاد به دلسوزی کردن، معتاد به انزجار و تنفر و بعد دلسوزی و معتاد به ناسزا شنیدن. ایشون معتاده به شما که همه خشم‌ها و خشونت‌هاشو سر شما خالی بکنه و شما احساس گناه بهش بدی و بعد اون بیشتر عصبانی بشه، شما رو بیشتر بزنه، کتکت بزنه و بعد دلش بسوزه، ساکت و مظلوم بشه، بعد شما دلت بسوزه. شما نگاه کن وارد چه گیمی کردی خودتو. این یه گیم بسیار خطرناکیه که شما گرفتارش شدی. شما دوتایی دارین با هم گیم بازی میکنین. فکر نکنین که ایشون سنش بره بالاتر بهتر میشه. ایشون آسیب خورده است. ایشون مشکلات پیچیده کودکی، شاید مشکلات پیچیده کودکی و نوجوانی داره. بلنم ارتشیه، یادتون باشه فرد ارتشی خصوصیات اخلاقیش متفاوت میشه با یه فردی که جاب یا کار دیگه ای داره. یه خشونتهای ارتشی هم بهش اضافه میشه، اینم یادتون باشه. و بعد خودتو گرفتار کردی، گرفتار این رابطه کردی، گرفتار این اعتیاد کردی، بعد به من میگی کمکم کن. شما تا پزشک قانونی هم رفتی، شما بارها و بارها حرف طلاق زدی، ایشون هم بارها و بارها بیشتر کتکت زده، حتی آخر سر زده، دستت هم شکسته. بعد که میری خونه بابات میاد گریه میکنه، بعد شما و خانوادت میگین آخه اون آدم بیچاره چیه تو دلش نیستا، دست برداریم از این بازی ها. یک انسان بیمار این کارا رو میکنه، یک انسان سالم که به زنش نمیگه میخوام شکنجت بدم، مگه شکنجگره؟ آخه کی ما میخوایم بیدار شیم؟ تا کی ما میخوایم دلمون فیلم هندی باشه؟ دلت برای خودت بسوزه، دلت برای همون همسرت بسوزه که بیماره، بره خودش رو سالم کنه. شما مسئول همسرت نیستی. یک مرد ارتشی 30 ساله که از 22 سالگیش هم رفته زن گرفته و روز به روز بیمارتر شده، باید از همون طریق ارتشش کمک بخواد، از دکترها کمک بخواد، بره کمک بگیره، یا سالم میشه و شما تو این زندگی میمانی، تکلیفتون روشن میشه. و آیا اصلا با بچه دار نشدن شما چه مشکلی داره ایشون؟ چون شاید یکی از مشکلاتش بچه دار نشدن شما و خشمگینه، از اون طرف هم دلش واسه شما میسوزه. حالا یا دوتاییتون فیلم بالیوود، شما دلت واسه اون بسوزه، اونم دلش واسه شما بسوزه. آخه کی میخواین این بازی ها رو بذارین کنار؟ شما باید تکلیفتو روشن کنی. همش 28 سالته حتما هم نباید بریز و شوهر کنی. آخه این شوهر کردن چیه که فورا گرفتارش میشین؟ بابا اول برید خودتونو پیدا کنی. الان شما 8 ساله از بهترین جوونیتون و جفتتون توی رابطه اسیدی و یک ازدواج نابرابر قرار دادی. ایشون هم همینطور، زمان ازدواجش نبوده که. آخه شما هم همینطور. حالا شما شاید به خاطر حالا سنتی بودنتون که میگه خودم انتخاب کردم، آخه 20 ساله الان 10 سال پیش بعد فکر میکرد ازدواج کنه. خب خانواده سنتی هنوز اینجوری فکر میکنن، شما هم سنتی هستی، هنوز انتخابت هم کردی ازدواج کردی. ولی تو این 8 سال شما چه کردی ای مهربان؟ چی یاد گرفتی؟ رفتی خیاطی یاد بگیری، رفتی بافندگی یاد بگیری، حالا من از کمتری میگم، رفتی یه هنری یاد بگیری که رو پای خودت باشی. آخه کی تا کی ما میخواییم مظلوم باشیم؟ تا کی میخواییم مظلوم بازی در بیاریم؟ تا کی میخواییم قربانی باشیم؟ هی دلمون واسه خودمون بسوزه. بگه مردم میگه آخه چه زن خوبیه، بیچاره ببین چه جور کتک میخوره، ببین چه جور مونده، باریکلا. کجای این باریکلا داره؟ شوهرتو روانی تر داری میکنی، بیمارترش داری میکنی با این کارات. شما هرچی بیشتر روش تکراری خودت رو ادامه بدی، بیمارتر کردی خود و شوهرتو. برو خودتو پیدا کن، برو یه هنر یاد بگیر، برو رو پای خودت باش.
تکلیفتو روشن کن. چرا باید انقدر به شما بی‌حرمتی کنه؟ چرا باید دستش رو شما بلند بشه؟ برای اینکه شما خودت برای خودت حرمت قائل نیستی. خانواده‌ت هم برای شما حرمت قائل نیستن. برای اینکه تا میاد گریه میکنه شما پا میشی کفشتو پات میکنی برمیگردی. خب اونا هم برای شما احترام قائل نیستن. این اگه خانواده هم میخواد پشت بچه‌ش باشه، چطور پشت شما باشه آخه؟ من یه کیس داشتم که اینا شب و روز فوش و فوشکاری. آقا حتی میگفت داییت هم حق نداری ماش کنی، انقدر بیمار بدبین بود. خانم هر دفعه اومد خونه پدر، قهر کرد اومد خونه پدر. بعد آقا بعد یه هفته دو هفته برگشت گریه کرد، دوستت دارم، برگشت با شوهر یه بچه دیگه، 4 تا بچه درست کرد. هنوزم تو اون زندگی جهنمیشه. به هر دفعه با قهر یکی دو بار که تو همون خونه پدر حامله شد، وقتی آقا اومده بود مثلا ببرتش مثلا قهر کرده بود. بابا دست برداریم از این نکبت بازیامون. هم اونو دیوانه تر میکنیم و روانی تر، هم خودمون رو بیمارتر و بیمارتر. بیماری جسمی و بیماری روحی روانی برای خودت و برای همسرت درست کردی. شما خودت رو قربانی نگه داشتی. بسته دیگه. قربانی شکی درش نیست. شما قربانی فرهنگت هم هستی. هیچ شکی من ندارم. قربانی نبودی که ازدواج سنتی اینجوری نمیکردی تو سن 20 سالگی. اما حالا باید بیدار شی. ایشونم میدونه شما شلی. ایشونم میدونه شما ضعیفی. دست وای که میتونه با هر سازی بزنه. چون ضعفای شما رو پیدا کرده. فهمیده. از اون طرفم احساس گناه بهش میدی. کتکت میزنه بعد دلش وسط میسوزه. بعد دوباره کتکت میزنه. بعد شما دلش واسه اون میسوزه وقتی مظلوم میشه. کجای این عشقه؟ کجای این دوست داشتنه؟ شما برای یه لحظه خودت فکر کن. اگه دوستت برای شما تعریف میکرد کیستو چی بهش میگفتی؟ بهش میگفتی باریکلا چه زن خوبی هستی؟ مسخرش میکردی؟ دعواش میکردی؟ پیشنهاد بهش میدادی؟ یا نصیحتش میکردی اصلا؟ بسه دیگه. شما 8 سال نقش قربانی رو بازی کردی. ایشون هم 8 سال نقش قربانی و ظالم رو بازی کرده. هیچ کدومتون هم ناجی هم دیگه نبودی. پس حالا دیگه بعد از 8 سال باید ببینین ایشون چی میخواد. شاید ناراحت از این که شما بچه دار نمیشی، اما دلش هم نمیاد طلاق شما رو بده. اگه میخواد اینجوری زندگی کنی که این که جهنمه، نمیشه که. سوال به سال هم که بگذره عقده هاش بیشتر میشه، عقده های شما بیشتر میشه. تکلیف روشن کنی. 8 سال کم نیست، یک عمره. داره میشه 10 سال، یک دهه از زندگیتون گذشته و زندگی شما فلاکت بارتر از قبل شده. بارها هم به طلاق کشیده شده، به پزشک قانونی رسیدی، دستت شکسته. بابا بعضی وقتا با یه مشت ممکنه فلج بشی، ممکنه از بین بری. کی میخواد جواب بده؟ بیدارشیم قرن 21مه. بیدارشیم دیگه گذشت اون روزا. اما شما همونطور اون روزا رو، اون سالها رو، اون سنتی بازیاتون رو نگه داشتین. با وقار، ای مهربانو. من همیشه گفتم چه زن و چه مرد، چه مهربان چه مهربانو، هرگز وقارتون از دست ندید. چه مطلقه چه غیر مطلقه، چه ازدواج نکرده، هرگز حرمت، احترام به نفس و وقارمون رو هرگز نباید از دست بدید. تو همون کشوری که گرگ‌ها نشستن و به زن مطلقه و یا به دختر و به زن مردم هم حتی چشم دارن، من مهربانو اگر تکلیفم با خودم، با حرمت خودم روشن باشه، هیچ مردی جرئت نمیکنه به من نزدیک شه. به عنوان یک زن دارم حرف میزنم. پس این بازیارم بذاریم کنار که مطلقه بشم همه مردم بازیار. شما اگر من خودم یه زن مطلقم، هیچ کس جرئت نمیکنه به من نزدیک شه بدون اینکه با خشونت و بد اخلاقم باشه. حرمت دست من و توه. چه مرد و چه زن فرق نمیکنه. مرد اگر حرمت و وقار خودش رو حفظ کنه، هیچ زنی نمیتونه بهش نزدیک شه. این بازیای کشور خودمون رو بذارین کنار که زنا گرگن، مردا گرگن. نخیر. ما نباید بره باشیم. پس مثل یک مهربانو تکلیفت رو روشن کن. یا این زندگی رو درستش کن. ببین درست شدنی هست. اگر درست شدنی نیست، تکلیفت رو روشن کن. و ببین چه باید کرد. این بازی گیم خطرناک رو استاپ کنین، متوقفش کنین.
چون به ناکجا آباد بسیار بدتر میرسه که بهتر نمیشه. و good luck.